ما چون پیشترا که در روز مولد رسول اکرم اعلام کرده بودن که سه جمعه پای در پای با سوالات شما جواب میگویم و این جمعه انشاءالله جمعه آخرین وعده ماست. اگرچه سوال ها خیلی زیاد هستند، باز چند جمعه دیگه هم لازم است که اونها را جواب گویم، لیکن وعده کردم برای شما دو جمعه تفسیر قرآن را باز میگردم و فردا جمعه آینده صحبت ما سلسله درس های قرآنی ترجمه و تفسیر سوره مبارکی قل یا ایها الکافرون است و جمعه آینده باشد ترجمه و تفسیر سوره مبارکی غاشیه است، هل اتاک حدیث الغاشیه. ان شاء الله اگر خداوند برای ما مهلت دهد و تنی صحت دهد این وعده خدا برای شما عزیزان ادا می نمایم. الان با توفیق خدا و مشیت او درس امروزی خدا که جواب گفتن و مکتوب های شماست آغاز می نمایم. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. خدايا برائي ما استواري وبايداري دار دين نسيب قردان که لحظ تا لحظه آخر از این عقیده و از این دین عزیز خود جدا نگردیم. خدایا برای ما علم با عمل نصیب گردان. خدایا برای ما توفیق کرد، توفیق عمل کردن نصیب گردان که او عمل سبب قبول درگاه تو باشد، او عمل سبب رفع درجات ما در پیشگاه تو باشد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم بابای شام. به امید حل مشکلی خود به شما مراجعت می نمایم. دو سال پیش شوهرم طلاقم را داده است و ما این را نیز قانونی نمودیم و از زکس جدا شدیم، ولی او نمی خواهد که خانه را فروخته به هم تقسیم نماییم. ما در یک دوخانگی تنگ با چهار نفر فرزند زندگی داریم. هر روز بین ما جنجال می شود. آیا این رفتار او درست است؟ او می گوید که گویا شما به او اجازت داده باشید. هر روز جمعه وی در نماز مسجد شما اشتراک می کند. خواهش می نمایم به ما مصلحت دهید. با امید خواهر شما نگرانی جواب شماییم. خواهر عزیز، خداوند وقتی که مرد بازن با نکاح اسلامی یک جایی کرد، بالای این شوهر دو واجب است که همسر خدا اولا با جای خواب تامین کند، یعنی براش خانه بگیرد، ثانیان با خورد و خوراک و پوشاک تامین کند، یعنی هر چیزی که در زندگی ضرور است باید تامین شود. این حق شرعی هر همسر بالای شوهر است که در بسیاری از صحبت ها ما این در تویه های عروسی بیان کردیم. خوب قضای الهی بین شما محبت ایجاب نکرد و بعد از آن که صاحب چهار فرزند شده از یک دیگر جدا شده. این خیلی جای تاسف است که شما از یک دیگر جدا شده. باید شما غم فرزندان خود رو میخوردید و اونها رو به پرستار نمیگذاشتید. فرزند احتیاجی به هم نوازش مادر دارد، هم به تربیه فرزند. پدر، خواهر عزیز،
просто листаю. اکنون شما این فرزندها را از تربیه پدر با جدا شدن خود محروم کردید. خوب اکنون قضا الهی بود جدا شدید. از نگاه شرع بعد از جدا شدن شما حق دارید تا عدتان برآمدن، یعنی تا سه حیض دیدن. اگر شما حیض میدیدگی باشید، اگر حیض نمیدیدگی باشید تا سه ماه در این خانه شوهر شما باشید، شوهر نفقی شما رو میدید، شما زندگی تا ادامه میدید. وقتی که عده شما بود شد، شما میتوانید هر چیزی که از خانه شوهر برای خودتان آورده بودید، پدر و مادر شما داده بود، یا هر چیزی که شوهر در ایام زندگی برای خود شما همچون هدیه و تحفه گرفته بود، اینها مال شماست. اینها رو میگیرید و به خانه پدرتان میروید. این خانه خانه شوهر است. از نگاه شرعی شما حق ندارید مادر عزیز، مگر وقتی که این شوهر در وقت نکاح این خانه رو برای شما داده باشد. اگر داده باشد بگه که عروس این خانه من ازاد تو، من به تو بخشیدم، این صورت شما خانه از آن. وقتی که خانه از آن شوهر است و با پول خود خریده است، بعد از بود شدن عده شما در این خانه دیگر حق نداره خواهر عزیز. این حکم اسلام است. من به این حکم سودها اعتبار نمیتیم. این سودها برای ما اسلامی نیستند. اینها همش حکم ظالمانه دارند. بنابر شما مادر عزیز، سرچهاتان دخترچهاتان اگر تا 10 ساله برو کلام شده باشند، همو فرزندان هم از نگاه اسلام حق نداره. تا 10 سالگی دخترچه پسرچه در اختیار شماست. وقتی که 10 ساله شدن، اونها احتیاج به پدر دارن که اونها را خواناند، اونها را ادب یاد دهد، اونها را کار یاد دهد. این وظیفه شما نیست مادر عزیز. بنابر همین شما اگر مسلمان باشید، دانید که خانه از آن شوهر است، مردانه برا چیزا تگیر خانه شد پدر را باز جای خدا خواسته باشد شوهر کنی زندگی تیدام دید. این از حکم شهر مادر کبیتر. فقها میگن که المعتدت عن الطلاق تستحق النفقة و السكنة ما دام في العدة. زنی که در عده طلاق است، او سزاوار هم نفقه است، هم جای خواب است تا عدهش برآمدن. فرق ندارد که او طلاق طلاق رجعی است یا طلاق باین است یا سه طلاق است یا طلاق مرگ است، این عده مرگ است. هر حالت عدتان که بود شد، شما باید خانه رو برای شوهرتان خالی کنید، روی شوهر کنید و این شوهرتان در اون خانه براش همسر گیرد. این از حکم خدا. اگر مسلمان باشید خواهری عزیز، حکم خدا براتون همین است. خوب که اگر نمیخوای و خانه شوهرت است، پگه خداوند حق شوهرت است تو مجبورم میگیرد.